و حال این که این ارثی که برای او میگذاری اگر هم دائر بشود به این که یه چیزی باشد که باقی باشد در دست او، مثلا حالا من میگم بقایش چجوری، یا فانی بشود، کدوم یکی بهتره؟ باقی باشه دیگه. بقا هم خوب دقت کنه حرفای منو، بقا هم به این معنا نه اینکه تا تو دنیاست باقی بماند، در تمام نشئات وجودی، چه نشئه دنیا چه برزخ چه آخرت، یه چیزی به او ارث بدی بگذاری واسش، که این که سیر این نشئات رو میکنه باش باش، شبهه نیست در این که در این دومی او که فانی بشه به درد نمارد. ما در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند در باب اون چرا که به اصطلاح ما به ارث گذاشته می شود برای فرزند، قال ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم، این غیر اون روایتش که خوندم ها فرق بیزنیم به این دوتا، الادب للمال، بهترین چیزی را که به ارث می گذارند پدران برای فرزندان ادب است نه مال. بعد علت می فهم، فَإِنَّ الْمَالَ يَذْهَبْ وَالْعَدَبُ يَبْقَى، خیلی روشن، مال از بین رفتنیست درست یا نه، اما ادب از بین نمی رود. حالا چرا؟ من میگم رو چراش، ادب شاکله وجودی انسان را می سازد که حالا بعد من وارد میشم، یعنی شاکله روحی بنده را ادب میسازد، شکل بهش میده. چه جوری شما گفتم بعد عرض کنم. من یه وقتی بحث کرده بودم خدمت تو عرض شود که این راجب به همین کله کش کرده میکنیم شاکله وجودی که چه وجودی برزخی ما همونه و تا بیرون به قیامت، یه وقت شاکله وجودی من رو انسان، الان ظاهرم اینجوریه که من میگی انسان، باطنم رو که تو نمیدیم چش برزخی که باز نشده که بفهمی که من تو باطنم چی، باطن من شکل خاص خودشو داره، رسیدی؟ ممکنه فرض بفرمایید باطنش یه گرگ درنده ای باشد، رسیدی شما از من؟ چون برای خاطر اینکه حین مرد میشه که آدم بگن چشم برزخیش باز میشه و بسر و کلیام الحدید اونجاست که میبینه که بله وضعش چی، از این عالم داره میره، انسان داره میره یا چی، یه حیوان داره میره اونجا، درجه کنید تا به قیامت. نمیخوام چون منحرف نمیخوام از بحثم بشم، راجع به قیامت هم داریم به ازل به هوشو باشه که چی چیه این، اینا جاش اینجا نیست، ولی فقط اشاره کردم، درجه کنید. ادب شاکله وجودی هر انسانی رو می سازد،
حالا تعبیر میکنم انسان، بعد بگم هر شخصی رو که موجب میشود او به شکل انسان بشه، انسانی الهی بشه. تراجع کن چه هست این ادب. حالا یعنی ملکات، حالا من گام به گام پیش میرم. در اینجا این مسئله اون وقت مطرح میشه و اونیست که اونی که پرورش دهنده من است، یعنی والدین من، چون اولین محیط اینجاست که میخواد بسازه من رو، درسته؟ در رابطه با چی؟ با محبتش که از اون ناشی شده، غیرتش، درسته یا نه؟ اینجا غیرت، غیرت حیوانی هم گفتم نیست، جلسه گذشته گفتم غیرت انسانی و الهیش بوده. من نبیش باید منو بسازه. میخواد خدمت و عرض شود که من صورتی انسانی و الهی پیدا کنم از نظر باطنم با همین تربیتی که اون میکنه. در اینجا این تعبیراتی که میکنن اینا رو متخذ به قول ما گل برگرفته شده از معارف ماست، گاهی هم تو اصطلاحات میاد. نقش ابوین چی؟ نقش ابوین، نقش فرض کنید که زارع است و دهقان است و اینا، اما با تفاوت. خوب توجه کن تفاوت رو. جلسه گوشت آخر جلسه شد کردم و این که در باب فرض کنید زاره، اونجا باید زمین رو شخ بزنه، آماده کنه، بذر بپاشه، بعد هم آبیاری بکنه و تا یواش یواش معمولش اینه. دهقان نشار رو بیادش اونجا چیز کنه، امثال زمین مهیا بکنه، آمادهش بکنه، بعدم چی؟ بذر باید بپاشه، اون یکی اینم نشاکا نده، بعدم آبیاری کنه. در باب اونا این اینها نقش او رو دارن، اما چی؟ به یک معنا خیلی آسان‌تر. اینو شاید توال نشته باشه، خیلی آسان‌تر نه سخت‌تر. حالا بگید اینها اون سه تا کار باید بکنه اگر ما بخواهیم چیم به قول ما بیاییم سطحش رو بیاریم پایین. هم زمین رو باید شخ بزنه، آمادش کن، هم بذر رو بپاشه، هم آبیاری کنه تا بعد بشینه دست رو هست هم بذاره تا ثمری بگیرد یا نگیره. ولی این نه، دو تا کار لازم نیست بکنه، یک کار بکنه. از نظر زمین، زمینش آماده است، بهت میگم هیچ شخ دادن نمیخواد. این جلسه گذشته گفتم علی علیه السلام دیدید که داشت بچه که تازه در دامن تو چشم باز کرده شو، گفتم صفحه روحش چیه؟ قلبش پاک، درست، هیچ سنگ و کلوخی جوش نیست، سریع اثر مصیبت ما سرعت هم داره، هم سریع است و هم عمیق است، هر دو تاش. بعضی هم لازم نیست تو بپاشی، بعضیشو خدا پاشیده، همون عقل عملی است که جلسه گذشته این رو من دست کشته باشه. تمام این اموری را که از دیدگاه عقل ما حسن هست میگیم یا قبیح هست، نه همه اینا رو میدون، اما به صورت چه؟ گفتم قوت، استعداد تو فقط به فعلیت نبرسونی. حالا من میگم فعلیت هم یعنی چی؟ تو آبیاری فقط باید بکنی، زمین آماده است، نشا کاشته است، چی بگم من؟ بذر پاشیده است،
میتونی خیانت نکنی، تو جنایت نکنی ای پدر و مادر؟ فقط آب بدی به این معنی که می آب دادن یعنی چی؟ من روایت بخونم. علی علیه السلام: ان به ذبل عقول، ذبل عقول این عقل، عقل نظری نیست، عقل عملی است. همیشه من گفتم ان به ذبل عقول من الحاجه الى الادب کما یزمع الزرع الى المطر. اینا که حالا میدونن اینا احتیاج به ادب داره، اما میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که زر احتیاج به بارون داشته باشه. فهمیدی؟ نقش ادب نقش مطر، یعنی چی؟ باران. والدین اینها این کار رو باید بکنن. و اون اصطلاح هم میگم که از دو طریق که معمولا هست باید یه کاری کنن این به فعلیت برسه. به فعلیت برسه یعنی چی؟ یعنی اینی که به تعبیر ما جنبه استعدادی دارد، قوی دارد، در این شکوفاش بکنن، به فعلیت برسونن. و گرزه در روایتمون داریم و او این است به این که بهش شکل بدم با ملکات، که چجوری میگم ملکه رو واسش درست میکنم. حالا این همه دونه دونه من دیگه مجبور شدم دیگه کشته شدم من به این بس واردش میشم. علی علیه السلام این تعبیر رو میفرماید، میفرماید الادب و صورت العقل، عقل عملی دارم. یعنی چی؟ یعنی بعضی را این باید به فعلیت برسه، درسته؟ ادب به فعلیتش میرسونه. ما تو بحث خودمون به قول ما طلبگیمون میام میگیم فعلیت شی به چیه؟ به صورت شی است. اونجا این حرفا رو میزنیم ما. نقش ادب این است اون چرا که نهفته است در مکنون طفل اون را آشکار میکند و به فعلیت میرسونه. چه در بعد انسانیش چه در بعد الهیش، که من جلسه گذشته اینو گفتم، کل مولود چی یولد علی الفطره، از الهیش میجوست. لذا چون روایت متعدده من دارم دیگه نمیستم اینا رو مطرح کنم، بنابراین تو اونی که میخوای به این به ارث برسونی ها بیا یه چیزی باشه که ها در تمام نشاط وجودی ازش بهره بگیری. و اون چیه؟ ها؟ تربیتش. تربیت یعنی چی؟ چیکار کنی؟ میگم آقا جون این مسئله چی اما با تفاوت، خیلی آسان تر از اوست. شخ زدن نمیخواد این زمین، بذر پاشیدن نمیخواد، نشا کاشتن نمیخواد، خدا کاشته، درست یا نه؟ تو خرابکاری نکن، فقط آبش بدی. حالا آب با چی بدی؟ میگم از دو طریق سمعی و بصری است. حالا من این رو بگم، ملکات ما بر اثر تکرار است. حالا من میگم ما از درونیمون اینجوریست، بچه که به دنیا آمد یعنی اینجوریست، یه قوه حافظه داره، اتاق بایگانی، یه بهتر از این میتونم تعبیر کنم که بفهمی، هرچی بهش بگی میبره میذاره تو اتاق بایگانیش، هرچی ببینه میذاره تو بایگانیش. سریع، این که گفتم چیه؟ سرعت گیرندگیش. و عمیق، وقتی هم رفت اونجا به این زودی نمیاد. تکرار که شد، این تکرار وقتی شد
به صورت ملکه در میاد، شاکلش تشکیل میده. شاکله وجودی معنیش ملکات، شاکله وجودی درونی من تشکیل میده. از دو راه سمعی و بصری چی میگی بهش؟ حال بیاییم سراغ معارف. حالا دو مورد رو من بگم. ما در روایاتیم داریم بچه که به دنیا آمد همون روز اول مستحب در گوش راستش اذان بگو، گوش چپش اقامه بگو. یعنی اولین صوت، آهنگ صوتی، اولین آهنگ صوتی که به این میرسه به گوشش از راه سم، توحید، نبوت، برو تو بخار. در روز اول مستحبه، بعدم میگن این تا قبل از اینکه نافش بیفته، که معمولا البته بود درس میکشه از طریق سم. اولین اوانی که این میخواد زبون باز بکنه چه کنه باش؟ معمولا بچه دو سالش که تموم شد میخواد به تو سه سال دیگه اینجا یواش یواش دیگه زبون با میکنه. بزر من این روایت هست دخون. روایت هم از امام باقر علیه السلام است و هم از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد فرمودن اذا بلغ الغلام ثلاث سنین، وقتی رسید به سه سال، یعنی دو سالش تموم شد میخواد وارد سه سال بشه، بلغه منش رسید، فقل له سب مرات، بهش بگو هفت بار. میگم چرا هفت بار؟ یش اینه بگو، قل بچه بگو چی؟ لا اله الا الله ثم یترك. زبون باز میخواد بکنه، فهمیدی؟ کلمت التوحید. حتی یتم لهو سلاسه تا سه سال، سه سالش تموش. هفت بار چرا؟ ملکش بشه با تکرار، فهمیدی؟ یادش؟ ها؟ نه. اینه معارف ما. انسان الهی بساز، همون از همون کوچیکی، از روز اول. اینجا این به گوشش بخوره، فهمیدی؟ آهنگ الهی، نه آهنگ شیطانی، نعوذ بالله، فهمیدی؟